با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از این لحظه آغاز میکنم و حدوداً مدت 50 دقیقه در خدمتتون خواهم بود با همکار خوبم امیر درخشان. عرض کنم حضورتون که دیروز چهارشنبه، امروز پنجشنبه است، برنامه گلگشت روزهای پنجشنبه در لس آنجلس تهیه میشه و روزهای یکشنبه حدود ساعت 12 به وقت لس آنجلس پخش میشه و بازپخش هایی هم داره که در طی اعلام اطلاعاتی که در اختیارتون گذاشته میشه در تلویزیون ایران فردا مطرح میشه که چه ساعت هایی ساعت پخش برنامه هست. گویا دو بازپخش داره برنامه گلگشت. برنامه امروز گلگشت کمی متفاوت است از برنامه های قبل که توضیح خواهم داد خدمتون. ضمناً باید عرض بکنم حضورتون که دیروز چهارشنبه در USC، دانشگاه USC که یکی از دانشگاه های بزرگ امریکا هست، کنفرانسی بود و سخنرانی بود توسط آقای دکتر ارواند آبراهامیان که احتمال داره که بعداً خواهش بکنم از آقای امیر که عکس ایشون رو هم به شما نشون بدن. آقای دکتر آبراهامیان مورخ و محقق و پژوهشگر، یکی از معروفترین و فرهیخته‌ترین شخصیت‌هایی هستند که در زمینه مسائل ایران مطالعات زیادی دارند، کتاب‌های متعددی نوشتن، مقالات متعددی نوشتن و آخرین کتابی رو که نوشتن دیروز راجبش صحبت میکردند. کتابی هست تحت عنوان دکو، همونطوری که ملاحظه میفرمایید این تصویری است از کتاب که در واقع به عنوانش هست The 1953 Coup Revised، دکتر ارواند آبراهامیان. ایشون راجب کتاب هایی که راجب زنده یاد مصدق نوشته شده در سالهای اخیر و صحبتهایی درش شده و ایرادهایی به این رهبر بزرگ ایران گرفته شده، تک تک توضیحاتی رو ارائه دادن برای حاضرین در جلسه. در طی این صحبتها نکات زیادی رو مطرح کردن که من امیدوارم بعد از خواندن کتاب بتونم در این برنامه باز هم دربارش با شما صحبت بکنم. نکات فوق‌العاده جالبی بود. یکی از نکاتی رو که ایشون مطرح می‌کردن، یکی از ایرادات بزرگی که گرفته شده در تألیفاتی که ما در طی این سال‌های گذشته شاهدش بودیم و خب خیلی‌ها معتقدن که این تألیفات یه مقداری جهت‌گیری داشته، حالا چرا باز خودمون یک مسئله سوال برانگیزی هست. مسئله لجاجت زنده یاد دکتر مصدق هست که ایشون، بله این تصویر آقای دکتر ارواند آبراهامیان هست که امیر عزیز اون رو با سرعت پیدا کرد و روی پرده تلویزیون میبینید. ایشون بعد از تحقیقات زیادی که کردن، این رو من اشاره بکنم قبل از اینکه بپردازم به ادامه این صحبت و توضیحاتی که میدم، مطالعات زیادی کردن به دنبال مدارکی که توسط CIA و مقامات امنیتی امریکا منتشر شد. اشاره ایشون به این بود که طبق قوانین امریکا در آغاز قرار بر این بود که بعد از 30 سال مدارکی رو که محرمانه تلقی میشه در اختیار عموم بگذارن برای پژوهشگران، برای کسانی که میخوان مطالعه بکنن و بررسی بکنن از نظر تاریخی. بعدن این مدت به 25 سال کاهش پیدا کرد. دکتر آبراهامیان میگوید که 25 سال گذشت و خبری نشد و بعد هم بعد از چند سال بهانه این بود که به علت اینکه به انگلیس، دولت انگلیس خواسته از دولت امریکا که این مدارک رو
اون قسمتی رو که منتشر نشده منتشر نکنند به دلایلی که دولت انگلیس و مقامات انگلیسی نمیخواستن این کار انجام بشه در اون مهلت زمانی، به تعویق افتاد و خلاصه بعد از سالها یک مقداری از این مدارک منتشر شد. دکتر آبراهامیان میگوید که این مدارک درش به اصطلاح سوراخ‌هایی هست، کمبودهایی هست، جاهایی هست که هنوز دولت امریکا نمیخواد اونها رو فاش بکنه. و این بار به دنبال درخواست هایی که از طرف پژوهشگران انجام شد و صحبت هایی که شد و تا به حال به نتیجه نرسیده، بهانه دیگر این است که در شرایط کنونی به علت اینکه این مذاکرات هسته‌ای در جریان هست و ممکنه که افشا کردن یا به اصطلاح عمومی کردن این اطلاعات لطمه بزنه به روند این کاری که در جریان هست، و میدونید که همین امروز در وین جلسات از دیروز شروع شده، دوباره مذاکرات و ادامه داره. به هر حال دکتر آبراهامیان میگوید که از لابلای خطوط آنچه که منتشر شده میشه خیلی چیزایی رو که در مورد مصدق گفته شده بررسی کرد و نتایج متفاوتی رو گرفت. از جمله در مورد لجاجت زنده یاد دکتر مصدق و اینکه پیشنهاد مصالحه امریکا رو نپذیرفته ایران و انگلیس رو البته در رابطه با مسائل نفت و ملی شدن نفت، آقای دکتر آبراهامیان معتقدند که طبق این مدارک، تا همینجا که این مدارک منتشر شده، هیچ گونه مصالحه‌ای در کار نبوده، هیچ گونه پیشنهادی به دکتر مصدق نشده که او رد کرده باشه و لجاجت کرده باشه در مقابلش. این یکی از نکات است. 5-6 نکته رو ایشون مطرح کردن که فرصت برنامه این رو اجازه نمیده. من در آینده همونطور که عرض کردم بعد از مطالعه کامل کتاب در این مورد با شما به تفصیل صحبت خواهم کرد. دکتر آبراهامیان امیدوارم بتونم باشون مصاحبه بکنم. تا به حال فکر نمی کنم مصاحبه ای کرده باشن. اگر کرده باشن ممکنه با رسانه های به اصطلاح انگلیسی زبان یا امریکایی باشه. ایشون فارسی رو کاملا می فهمن ولی به زحمت صحبت می کنن. منتها لابلای صحبت هایی که می کنن در طول همین توضیحاتی که دیروز میدادن، خب واژه های فارسی مثل چاقوکشان و نمیدونم دسته گروه هایی که در 28 مرداد شرکت داشتن صحبت میکنن. دکتر آبراهامیان موضوع دیگری رو که مطرح میکنن در مورد کسانی که معتقدن قیام 28 مرداد یک قیام بزرگ بوده و تمام ملت ایران به پا خواستند، میگوید که تمام فیلم ها و مدارکی که باقی مونده از اون موقع تعداد کسانی رو که در واقع به خیابون ها ریختند و اون کارهایی رو که همسن و سالهای من و مسنتر از من شاهدش بودن انجام دادن، 3000 نفر بیشتر نبودند. در حالی که در اون میتینگ هایی که خود دکتر مصدق به اصطلاح پیشنهاد میکرد و همون موقعی که رفت جلوی مجلس و گفت مجلس ما همین شما ملت هستید، تعداد شرکت کنندگان فوق العاده بیشتر بود و چندین برابر. بعد راجب مسئله آقای آیت الله کاشانی و نقش او صحبت کرد و میگم جزئیات این رو اجازه بدید من در فرصت‌های آینده در اختیارتون بگذارم. ولی اون چه که دیروز به نگرانی‌هایی رو که من و امثال من در طول این سالیانی که در امریکا زندگی کردیم داریم، بدون تعصب و بدون در واقع سرپوش گذاشتن به
مسائلی که امریکا در ایران انجام داده، از جمله همین مسئله 28 مرداد که اگر بپذیریم که کودتایی بوده و باز دکتر ابراهامیان معتقدند که این کودتا بوده، منتها کودتای نظامی و از طریق افسرانی که با اون تانک ها به خیابون ها آمدن و نه توسط آقای زاهدی. باز اینم یکی از نکات عرض کنم، اینا نظراتی است که آقای دکتر اروان ابراهامیان بهش رسیدن و توضیحات کاملش رو من باز هم تکرار میکنم که خدمتتون ارائه خواهم داد. به هر جهت ایشون در این صحبتاشون مسائلی رو که مطرح میکنند برمیگرده به اون چه که ما شاهدش بودیم. ولی در طول سالیانی که من در این مملکت بودم، حدود 35 سال، نزدیک به 36 سال، بدون هیچ گونه تعصبی بررسیایی که من کردم، اون اطلاعاتی رو که من بهش مراجعه کردم، نشون میده که امریکا نه تنها ضمن اینکه کارهایی کرده که به ضرر مردم ما بوده و البته باید این رو هم قبول کرد که مردم ما و کسانی که تن در دادن به این دخالت ها اون رو باید یک طرف این معادله به حساب بیاریم و فکر نکنیم که ما ذلیل هستیم و هر کاری که بخوان، هر بلایی که سرمون بخوان بیارن میتونن بیارن، در حالی که اگر ما در ایران میتونستیم به پا خیزیم و جلوی دخالت‌های کشورهای خارجی به هر صورتیش رو، مثل اون کاری که دکتر مصدق میخواست انجام بده و سرنوشتش رو شاهد هستیم، ما کارمون به اینجا نمیرسید. و اینکه مرتب ما فکر بکنیم که ما هیچ قدرتی نداریم و همه چیز به دست خارجی هست، حتی همین امروز عده‌ای هستن که اگر امریکا تصمیم بگیره هر کاری در ایران بکنه میکنه و ما همیشه این گرفتاری رو داشتیم و تئوری توطئه ما رو گرفتار کرده که بنده به عنوان فردی کوچکتر و کوچکترین معتقدم که این زیاده روی در این مورد و تئوری توطئه یه مقداری کم لطفی است. به هر جهت در ایران طی سالهایی که شروع شد با صحبت‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای خمینی و از روز اول مطرح کرد که هدف او افراد 30 سال به بالا نیست، هدف او افراد جوان و حتی شروع از کودکستان و از قبل از کودکستان هست و این کار رو انجام داده. ما چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، نفرتی که در بسیاری از جوانان ما در باره امریکا از امریکا وجود داره یه چیز حیرت انگیزیه. و این رو من طی سالیانی که در کار رسانه‌ای بودم به تجربه دیدم، شاهد بودم، در نزدیکان خودم دیدم، در کسانی که باشون در تماس بودم، جوانانی که در تماس بودم. دیروز یک مهر محکم دیگری خورد به این فکر من و به این نتیجه رسیدم که من درست می اندیشیدم. حالا اگر غیر از اون هست، من این فقط یک نظر شخصی من است و اون این است که این تبلیغاتی رو که طی سالیان جمهوری اسلامی انجام داده بر علیه امریکا، مرگ بر امریکا گفتنها و تبلیغات وسیعی رو که در این مورد انجام داده از طریق تهیه سریال ها، از طریق برنامه های تلویزیونی، از طریق مصاحبه هایی که با همین دولت مردان کنونی ایران انجام میشه در رادیو تلویزیون، اینا به هر حال اثر خودش رو گذاشته و یک زخم عمیقی رو در وجود جوانان ما به وجود آورده که واقعاً یک تنفر وحشتناک دارن از ایالات متحده امریکا. این در حالی است که صدماتی رو که شوروی سابق، روسیه تزاری و روسیه کنونی به مملکت ما وارد کرده
کمتر ما راجبش تو ایران مسئله رو میشنویم از این رژیم، و طبیعی است برای اینکه الان تنها حامی این رژیم یکی روسیه است و یکی هم چین، و چین هم که دنبال تجارتش است. وقتی که آقای رجب سفروف میآید و با روی باز در برنامه افق شرکت میکند و میگوید که خطر همراه شدن و نزدیک شدن ایران به امریکا برای ما، برای روسیه و برای جناب آقای پوتین بیشتر هست از خطر جمهوری اسلامی دارای بمب اتم. خوب توجه بفرمایید به این جمله‌ای که ایشون به کار میبره. یعنی به وضوح آقای سفروف داره میگوید که آقای پوتین تمام تلاشش رو داره میکنه که از نزدیک شدن امریکا به ایران جلوگیری بکنه، و اون رو نمونهش دیدیم درست تو بحبوحه این مذاکراتی که در حال پیشرفت هست، به نظر میرسه در حال پیشرفت باشه، میاید و این موشک‌های S-300 رو به ایران میده و ذوق و شادی هم میکنه که این بهترین کاری است که انجام شده، و آقای سفروف به عنوان یک شاهکار آقای جناب آقای پوتین این رو مطرح میکنه و میگوید که آقای جناب آقای پوتین میخوان این فعالیت های امریکا در ایران رو خونسار بکنن. خونسار با ره در آخر. حالا به هر حال اون فارسی ایشون هرجی نیست، به هر حال همینی که به راحتی فارسی رو صحبت میکنه و قصدش رو بیان میکنه خودش شنیدنی است. من اجازه میخوام دیگه از پرگویی دور بشم و ما برویم و صحبتم رو با مهمان برنامه امروز جوان برومند آقای ابازر نوریزاد آغاز بکنم و پای صحبتهای او بنشینیم. با ما باشید. همونطور که در آغاز برنامه اعلام کردم، امروز من با آقای ابازر نوریزاد هستم. بهشون خوش آمد میگم و تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتن. یه اشتباه هم من کرده بودم، وقت و عوضی نوشته بودم، یه ساعت زودتر آمدن اینجا و منتظر مونده بودن که میکنم. من پوزش میخوام. آقای ابازر نوریزاد برای بینندگان تلویزیون ایران فردا چهرهشون و صحبتهایی رو که کردن آشناست. با شهامتی که پدر عزیز و گرام ایشون داشتن و در این برنامه با من بودن، یکی دو بار در برنامه رادیویی با من بودن، و این اقداماتی که ایشون داره میکنه که تمام کسانی که منطقی میاندیشند و به ایران فکر میکنند احترام میگذارن برای اقدامات ایشون، و این در واقع شهامتی رو که به خرج داده در طول این مدتی که ما شاهد فعالیت‌هاشون بودیم، گرفتاری‌هایی که داشتن، زندانی که کشیدن، مورد ضرب و شتم واقع شدن‌هاشون، جلوگیری از کارهاشون، به هیچ وجه اینها مانع نشده که به این مأموریتی که برای خودش قائل شده ایشون خاتمه بده و مأیوس بشه. در مورد همین الان قبل از این که ما برنامه رو شروع بکنیم با آقای ابازر صحبت میکردم راجع به پدر، و گفتن که دوباره گرفتاری جدیدی، و میدونید که لابد اگر که برنامه رو تعقیب میکنید در جاهای مختلف و راجع به آقای نوریزاد اطلاعاتی دارید، میدونید که ایشون هر روز یه مدتی با به دست گرفتن پلاکارد جلوی وزارت اطلاعات میرفتن برای درخواست این که کامپیوترشون رو که عده سارق به سرقت بردن، وقتی میگم سارق واقعا سرقت دیگه، تعارف هم نداره، اونجا میرن و در واقع اعتراض میکنن و میخوان که کامپیوترشون رو پس بگیرن، و بعدم اقدامات دیگه‌ای که میکنن ضمن هنری که دارن از نظر کارهای نقاشی ایشون. و پدر باعث شده که
پسر هم نشانهای زیادی از او داره و ابوذر نوری‌زاد علاوه بر هنر موسیقی و آوای خوشی که داره، آواز خوشی که داره، کار فیلم برداری میکنه، کار فیلم سازی میکنه و من امروز در مورد فعالیت‌های مختلف او با ایشون صحبت خواهم کرد. خب بازم خوش آمدید. سپاسگزارم. من اجازه بفهمید سلام بدم، درود به همه میهنان عزیزم. باعث افتخار من است که این فرصت ها پیش میاد که بتونم مهمان شما باشم. خیلی ممنونم. من خوشحال میشم که هرچه بیشتر از حضور اشخاصی مثل شما جوان ها تو این برنامه استفاده بکنم. ما دیگه کارامونو کردیم و یواش یواش باید این میدون دست جوونا باشه. شماها هستید که آینده ایران رو میسازید بدون تردید و این یکی از مشخصه های بارز تلویزیون ایران فردا هست که دکتر نوری‌زاده به این موضوع توجه زیادی داره و برنامه های ایران فردا رو اگه تعقیب بکنید میبینید که تا چه حد به این موضوع رسیدگی شده و میشه. آقای نوری‌زاده بفرمایید که آخرین خبری که از پدر دارید چی هست؟ امروز پنجشنبه هست، سوم اردیبهشت ماه و 23 آوریل. ایشون یه سفر داشتن به ایلام، استان ایلام، که تقریبا بعد از 2 روز توسط نیروی امنیتی برگردونده شدن به تهران. بهشون راید مجانی دادن؟ بله، بله، سوار ماشین کردن. هواپیما بلیتم گرفتن. خب پس خوبه دیگه. و ولی ایشون دست بر نمیداره از فعالیتاش. نه دیگه. خب شما رفته بودید به ایران برای تهیه یک فیلمی در واقع که راجع به پدر بود بیشتر. من برای اون ایران نرفتم. نه. خب من... پس چی بود؟ من رفتم ایران. عرض کنم که توضیحاتش توی اون ویدیویی که واسه کمپین درست کردیم هست. من رفتم ایران و پدر آزاد شد. یعنی چه مدتی زندان بود پدر؟ تقریبا 2.5 سال. بله بله. بعد و از اونجا شروع شد قضیه فیلم. اون وقت شما از چه مدتی امریکا بودی؟ چه مدتی است که امریکا هستید و تحصیلاتتون در ایران چی بوده؟ اینجا چه کردی؟ من متولد اینجا هستم. بزرگ شده ایران. تا 23 سالگی من ایران بودم، تهران بودم. بعد مهاجرت کردم به آمریکا. خب. و اینجا درس سینما خوندم در دانشگاه آرت سنتر کالج آف دیزاین. من باید توضیح بدم که این کالجی رو که ایشون نام میبرن یکی از معتبرترین و بهترین مؤسسات آموزشی هست در زمینه هنر و سینما در شهر نزدیک لس آنجلس پاسادینا. ما میگیم پاسادینا. خب بعد رفتید به ایران و چه اتفاقی افتاد؟ من رفتم ایران برای ویزیت که آخرین بار بود در واقع که من مازم میخوام در ایران بودم. بعد پدر آزاد شد چون حالشون خیلی بد بود، یعنی دیگه بیمارستان بودن و دیگه واقعا اذیت شده بودن در زندان. بله من اصلا نشناختم وقتی از زندان اومدن، خیلی پیر شدن، لاغرشون، دندوناشون، کلیاشون، اینا همه مشکل پیدا کرده بود چون اتصال غذای خوش کردن ایشون. بعد آزاد شدم. بعد داستانهای خیلی خیلی زیبایی از خاطرات زندان. خوش زندان، خاطرات خوش زندان که واقعا دانشگاه. و تصمیم گرفتم، یعنی من تصمیم گرفتیم که این داستانها رو فیلم نامه کنیم، فیلمنامه رو فیلم بکنیم. این همه به صورت مخفیانه انجام شد و بقیه ماجرا هم که دیگه. خب اون وقت چی شد سرنوشت اون فیلمی که اونجا تهیه شد چی شد؟ این فیلم داستان زندان پدر بود و عرض کنم خدمت شما که ما تقریبا 100 روز فیلم برداری کردیم، چیزی دیگه به پایان فیلم برداری نمونده بود. 100 روز؟ بله. بله. کل پروسه پروداکشن تقریبا 7 ماه طول کشید که سربازان گمنام آقا ریختن و بردن همه محتویات هرچی بود و بردن رو و منم هیچی کپی چیزی نداشتی؟
نه متاسفانه عرض کنم که بعدن خودشون یه دو تا ویدیو منتشر کردن که یه صحنه های از اونا رو نشون داده بودن توش. که چی بود اونا؟ همین صحنه هایی بود که ما گرفته بودیم. خب به عنوان به اصطلاح مدرک جو. بله دیگه. بله. من فکر کردم یه قسمت هایی که شاید یه چیزایی داشته. نه که نه اینکه مثلا پسر ابوذر آمریکایی بود، جاسوس هالیوود، از این حرفا دیگه. آره. خب پس شما شانس آوردید که الان ایران نیستید که الان به سرنوشت اون خبرنگار جوان واشنگتن پست که واقعا اصلا حیرت انگیزه اتهاماتی که به او زدن به عنوان جاسوس CIA و غیره. آقای نوریزاد اینجا چه کردید و چه میکنید؟ اولا راجع به هنر موسیقی تو ما بگید. خواهش میکنم. من مرتکب شدم دو تا ترانه عرض کنم که یکیش در مورد ایران هست، یکیش هم به اسم عشق، در مورد عشق و اینو به عشق بابا خوندم. شاید برای فاصله ها فرق می کنم، نزدیک و دور خانه ما فرق می کنم، وقتی که از نگاه تو جاریست صد غزل فرقی نمی کند، که قافیه ها فرق می کند، در انتظار پاسخ تو صبح ما شب است، خورشید و ماه قصه ما فرق می کند، با تو شتاب عقربه هاتون می شود در کوی فاصله کوتاه می شود، تنها صدای قافله ها فرق می کند، در شهر دوست خرقه به ساغر فروختیم، آواریم و جامعه ما فرق می کند، پنهان شده است نام تو، پنهان شده است نام تو در صد سطر متنش بخوان جا
تو حاشیه ها فرق می کند. مفلس شدیم و باز خریدار یوسفی. ما عاشقیم و ما عاشقیم و سکه ما. خب این کار هنری آقای ابازر نوریزاد رو شنیدید، یکم آشنا شدید با کارهای او و حالا با هم صحبت خواهیم کرد در مورد فعالیت‌های هنری و همین کار موسیقیشون، ببینم که در اون زمینه چه کردن، چه میکنن و کجاها میشه کاراشون رو دید. روی رادیو جوان هستش. رادیو جوان هستش. خب چند تا این کاراتون چند تا هست؟ دو تا هست. بله. اون وقت اشعار اینو، کار اول شعر از پدر هست به اسم سرت سلامت که در مورد ایران خونده شده. کار همینی دو... که شنیدیم. نه این عشق است. این عشق است. و این شعرش هم از دوستم آقای علی مهجور و تنظیمم آقای شاهین یوسف زمان. خب چه انتخاب خوبی هم داشتیم. خب راجع به این فیلم، این سناریو رو یه توضیح مختصری بدید که چی هست داستانش و بعدم چه کمکی بینندگان این تلویزیون میتونن بکنن برای اینکه این کار انجام بشه، چون به هر حال این کارهایی که دوستان جوانی مثل ابازر نوریزاد انجام میدن اینا هزینه داره و خب از نظر مالی هم که همه ماها وضعمون توپه و هیچ نیازی نداریم، ولی خب واسه اینجور کارا نیاز هست به اینکه از یه جایی کسانی که علاقمند هستن، کسانی که فکر میکنن که این کار، حالا بعد از اینکه توضیحاتی که آقای نوریزاد میده و بعدم یه کلیپ کوتاه هست راجع به همین اقدامی که دارن در دست انجام دارن و تا الان تا چه حد پیشرفت کرده، اون رو با هم خواهیم دید. من در یه فاصله این رو خواهش خواهم کرد از کارگردان فنی برنامه آقای امیر که اون رو هم بگذارن ما با هم دیگه ببینیم و قبل از اون سوالات هم مطرح کنم تا برسیم به اون مرحله. آقای نوریزاد، الان این کاری که شروع کردین میتونین یه توضیح مختصری بدین راجع به سناریوی این کاری که دارید انجام میدید، فیلمی که داره انجام میشه؟ نمیخوام همه داستان رو بگید برای اینکه دیگه خب معنی پیدا نمیکنه، ولی هدف چی بوده، چه چیزایی رو میخواین اینجا مطرح بکنید و چرا فکر میکنید که یه عده باید بیان کمک بکنن؟ اون کسانی که میخوان کمک بکنن باید بدونن که چه حاصلی به دست میاد، که درست. چه حاصلی و چه نتیجه ای رو میخواید بگیرید ازش؟ درسته. ببینید داستان واقعی است. داستان اون مدتی است که محمد نوریزاد در زندان اوین بوده، انفرادی، سلولای مختلف، بازجویی ها و تمام مراحلی که زندانی در واقع ازش عبور میکنه، یعنی بازسازی اونا هست. بله. کار سینمایی هست. بله. و من دوباره میخوام این کار رو بسازم. چرا؟ برای اینکه احساس میکنم داستان محمد نوریزاد یک بهانه هست برای زدن خیلی حرفایی که خود محمد در زندان میزنه و یاد بسیار بسیار قربانیان دیگه ای رو زنده میکنه. یعنی به عبارت دیگه شما میخواید یک نمونه، یعنی یک سرسوزن از اون دریایی از مسائلی رو که پیش آمده به برای دیگران که شهامت این رو نداشتن یا فرصت این رو نداشتن که مثل محمد نوریزاد بیان و مطرح بکنن، شما میخواید بگید این یه نمونه هست از چیزایی که ما 100% تجربه کردیم، یعنی پدرتون تجربه کردیم. 100%. ببینید محمد نوریزاد محمد خودش توی فیلم هم میگه واقعا اینجا هزاران هزار جوان بودن، صدها جوان بودن اینجا که هر بلایی سرشون اومد و هیچکی هم خبردار نشد و من احساسشون بینامونشان رفتن و هیچ خبری هم نشد و من احساس میکنم حالا که تو این موقعیت قرار گرفتم که
محمد نوریزاد آدمی با همه ویژگی‌هایی که داره پدر من شده و من هم رشتم سینما بوده، خودم هم دغدغه این مسائل رو همیشه داشتم. احساس میکنم این کمترین کاریه که میتونم بکنم و این یه مقدمه حتما خواهد شد واسه گفتن داستان‌های مهمتر، قصه‌های مهمتر که به وسیله سینما جاودانه بشه و اینا بمونه در تاریخ هنر ما. خیلی هم خوب. خب اون وقت یه کوتاه بفرمایید که اولا مدت این فیلم چقدر خواهد؟ 90 دقیقه. یک ساعت و نیم. بله. خب یه فیلم کامل سینمایی دیگه. بله. و انتظار دارید که آیا این توقع رو دارید یا این احتمال رو میدید که بشه این رو در سینماها نشون داد یا اینکه 100% آقا حتما همینجوری در میسازیم که تا دورترین نقاط دنیا بشه این کارو بنشون. اون وقت این رو مقدماتش رو در نظر گرفتید، صحبت کردید با مؤسساتی که بتونن این کارو؟ نه ببینید پروسه کار هنوز به اونجا ما نرسید. خب بگید این پروسه کار. بله پروسه کار اینه که ما الان در واقع کمپین فاند ریزینگ، کمک مالی عمومی از طریق اینترنت رو شروع کردیم. 30 روز فرصت داریم از همین امروز که این مبلغم 110,000 دلار است. یعنی جمع بودجه که احتیاج داریم. بله این در واقع بودجه هست که برای تولید این کار سینمایی احتیاج هست. البته برای پس از مرحله پس از تولید باز ما دنبال بودجه خواهیم بود، ولی خب این کار ما رو در واقع حرکت پروژه رو شروع میکنه. عرض کنم خدمت شما که و ما پکیج های مختلفی هم داریم ارائه میدیم، یعنی مثلا از دوستانی که مثلا میخوان 10 دلار به ما، یعنی رقم مطرح نیست، فقط این که بیان و مشارکت بکنن اصلا مهم نیست. نه 1,000 تا 10 دلار بهتر از 2 تا 100 دلار. واقعا اصلا مهم نیست. گزینه پرداخت ناشناس هم وجود داره، به صورت کاملا ناشناس. این کجا هست؟ چجوری میتونن؟ وبسایت ایندیگوگو. ایندیگوگو که این رو روی پرده تلویزیون میبینید و خواهید دید در طول صحبت‌های من با آقای عبازر نوری. بله. خب اون وقت اونجا این گزینه‌ها مبلغ گذاشتید که هر کسی هر بله این گزینه‌ها هست. ویدیوی فیلم اونجا هست، داستان فیلم در یک صفحه اونجا هست و این هدایا هست که هر چه در واقع کانتریبیوشن و دونیشن بیشتر باشه اون هدیه هم حالا در حد وسع و بضاعت ما بزرگتر هست. 3-4 تا پکیج آخر ما نقاشی های اوریجینال محمد نوریزاد رو هم داریم هدیه میدیم، یعنی اگر دوستانی بیان پکیج های بزرگتر رو یاری بکنن اینا رو تونستیم بیارین. بله 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 اینا اینجا هست که اینا هم هست. ولی چیزی که میخوام دوست دارم بگم این هست که چه به محمد نوریزاد چه عاشقش باشیم، چه بعدمون بیاد ازش، چه هر جوری که به محمد نوریزاد نگاه میکنید، من یک داستانی از محمد نوریزاد دارم که احساس میکنم ارزش این رو داشته که من 3-4 سال وقتم رو روش بذارم و داستان داستانی هست که مطمئنن وقتی که ببینید چه محمد نوریزاد رو دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید، حرفهای بسیاری در این فیلم هست که برای اولین بار در قالب یک کار سینمایی مطرح میشه در سینما ایران و یاری کنید ما رو. خب اینجا الان شما فعالیتاتون صرف نظر از این کار فیلم که در دست انجام دارید چه کارهای دیگه میکنید؟ من 4 ماه گذشته رو کاملا در وسط در اختیار این کار بودم. خب. اماده کردن این پروژه، ولی کار اصلی من کار تدوین هست، کار ادیت. آه. یعنی الان از اون طریق امرار معاش میکنید در واقع؟ بله. کار ادیت بینندگان عزیز یک کار امروزی هست، کاریست که فوق‌العاده مورد نیازه و بسیاری از جوانایی که توی همین فضای مجازی و به طور کلی کامپیوتر و اینا هستن در این رشته میرن. رشته آسونی نیست، اولا یه مقداری سلیقه میخواد، بعدم مسئله ورود به اون تکنیک ها و روش هایی که مستلزم به اصطلاح کار در این رشته هست. خب در مورد فعالیت های موسیقی در نظر ندارید که کنسرتی چیزی بذارید که نه آره مونده حالا مونده حالا بله. نه من ایشالا این مرحله از این
کار سینمایی که تموم بشه دو سه تا کار هست که دوست دارم بخونم و حتما این کارو خواهم کرد. خب اون وقت شما نوازندگی هم میکنین؟ نه متاسفم، نه نه هیچ وقت فرصتش نبود. خب موزیک اون وقت برنامه دارم که حتما شروع کنم. این کارهایی که کردید موسیقیشو موزیکشو کی نواخته؟ کی؟ کار اول کار آقای بیات، سینا بیات بود. بله سینا، بله دوست بله. صمیمی من بله. گل، سینای گل. و کار دوم آهنگسازیش کار خودم. خب بله. عرض کنم حضورتون که اجازه بدید ما بریم و این کلیپ رو ببینیم با هم و بعد برمیگردیم و من سوالات دیگه ای از آقای نوریزاد دارم و بعد ایشون رو رها میکنیم که بره به کار و زندگیش برسه. امروز خیلی وقتشو گرفت. عزیزی بزرگوار آقای. با هم دیگه این کلیپ رو نگاه میکنیم. Hi. سلام. This is going to be fun, right? Some people call Mohammad Nurizad the Iranian Gandhi in the making. Others call him a mole. Some say that he's gone mad. Some say he's cured now. What a good question it is. When we ask who is Mohammad Nurizad. بزرگترین آرزویش شهرت است. محمد نوریزاد پدر. این فیلم قصه پرگشودن محمد نوریزاده. من این فیلم رو یه بار ساختم و از روزی که دزدیدنش بیش از 3 ساله که محمد رو تو اوین لحظه لحظه زندگی کردم. قصه عشق به ایران. اما برجی که نوریزاد آن را تعقیب می کند را باید در آن سوی دنیا جستجو کرد. برجی که او را به سمت زندان و اعتصاب قضا فرمان می دهد. تقریبا اواسط سال 2011 بود، رفتم ایران و همون موقع بود که پدر آزاد شد. خیلی رنجور و مریض هم بود. مردم می اومدن دیدنش، هر دسته یه قصه و یه داستانی از زندان میشنید و میرفت و من همه این داستانا رو میشنیدم. ابوذری که حالا هم تجربه بازیگری دارد و هم تجربه کارگردانی به ایران آمده تا نسخه ایرانی بسازد از فیلم آمریکاییش. طی 7 ماه قصه ها رو فیلمنامه و فیلمنامه هم فیلم کرد. توی یه اتاق وسط باغ انگور پدربزرگ بیرون تهران. برای اولین بار مثل دوتا دوست با هم شب و روز زندگی کردیم. تنها هنرپیشه فیلم هم مردی بود که نقش خودش رو جلوی دوربین هم بازی میکرد. روز صدام فیلم بعدی بود که دوتا گروه از سربازان گمنام آقا ریختن سر صحنه و خونه. یادم بابا زنگ زد با همون آرامش خاص خودش. پسرم تموم شد. کار تموم شد. برادرها اومدن اینجا دارن همه چی رو میبرن. ولی خوب گوش کنم این چی دارم میگم. این داستان این پایان کم داشت. این اتفاق باید میافتاد. این فیلم رو میسازی 10 برابر بهترش رو میسازی. از اون کار یه فیلم نامه موند و دکوپاش. دو سه ماه بعدش برادران اطلاعات در یه حرکت خیلی قشنگ یه ویدئویی رو منتشر کردن که توش صحنه هایی که در ایران فیلم برداری کرده بودیم و نشون دادن. ابوذری که حالا مأموریت آمریکاییش در ایران را نیمه تمام گذاشته و دست خالی به آمریکا گریخته فکرش هم نمی‌کرد روزی در فیلم خودش هم بازی پدر شود. اعتراف به اشتباه و پذیرفتن مسئولیتش حتی تو خلوتش، یعنی اینکه روی گذشته و اعتقادات و آینده خودت یه خط بلند بکشی به طول عمرت، علنی کردن و جبران اون اشتباه که اصلا پیشکش بگونه. اما بابا این کارو کرد. ابوذری که حالا سایه پدر شده و ترس از دیده شدن دارد چنین القا میکند که این فیلم را نوریزاد به تنهایی ساخته. سایه‌تون دیده نشه. اکشن. عاشق و متنفر، شکاک و مطمئن، فارس و بلوچ و کرد و ترک و فارسی زبان و غیر فارسی زبان، مسلمون، بهایی، خدا ناباور، همه و همه رو دعوت میکنم به یاری که این فیلم رو با هم بسازیم. 10 برابر بهتر از اون چیزی که بود و همینطور هم خواهد شد. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. آقا اینا رو بعد هم میتونیم بگیریم. خب بینندگان عزیز این کلیپی رو که دیدید مربوط بود به فیلمی که در دست تهیه است. آقای ابوذر نوریزاد خواهش میکنم به من بگید که چه توضیحی دارید راجع به این کلیپ و کل کاری که انجام شده برای تهیه فیلم تا امروز اگر انجام شده چقدر بوده؟ ببینید ما فیلمنامه بازبینی شده، بازنویسی شده تو در این 3 سالی که تا
تقریبا 3 سالی که از ایران من خارج شدم و شرایط خیلی فرق کرده. محمد نوریزاد یه جایگاه دیگه‌ای داره 100%. و خود من به یه بلوغ و اعتماد به نفسی رسیدم، مچوریتی بیشتر دقیقاً بر. و یه آرامش و خب همه اینا تغییر کرده. ولی میخواییم بگین قبلا یکم شیطنت بود تو ذاتتون که همیشه الان هم هست ولی به ظاهر خیلی آرومه. نه ولی خب شیطنت پدرم ما شاهد هستیم دیگه. اون منتها شیطنت مطبوع و واقعا دوست داشتنی و تحسین‌آمیز. خب میگفتیم ما الان در مرحله در واقع جمع‌آوری کمک مالی هستیم. خب و این کلیپ که توضیح دارین راجبش بدین، کلیپی رو که دیدم این در واقع یه چکیده ای من سعی کردم درست بکنم از به قول آخوندا شرح موقع عرض کنم که توضیح میده که این پروژه چی بود و ما دنبال چی هستیم و سعی کردم حالا یه ذره انگلیسی هم صحبت کنم که مخاطب آمریکایی از اول نه جوانای زیادی داریم که بله. اصلا فارسی بله. دقیقاً و همین توضیحش این است. خب اون وقت الان هیچ قسمتای از این فیلم تهیه شده؟ نه، ما داریم پول جمع میکنیم که هنوز شروع نکرد. اون وقت گفتین که یه قسمتایی رو پدر صحبت کرده، اینا رو تونستین از ایران خارج بکنی یا تلفنی یا از طریق اسکایپ و اینا باشون صحبت کردی برای اینکه بذارین توی فیلم؟ نه نداریم، یک چیزی نداریم. پس چی پدر چی اینا از اون فوتجایی که خود اطلاعات گفتم دوتا ویدیو منتشر کردن از اونا استفاده کردیم. آها چه جالب. خب همون صحبتایی که اونجا شده. بعد آقای نوریزاد خیلی ممنون، سپاسگزارم از اینکه آمدید و در برنامه امروز شرکت کردید. بینندگان عزیز، وقت برنامه گلگشت امروز هم در اینجا به پایان میرسه. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و بیننده برنامه گلگشت بودید. مطمئن هستم که در آینده نزدیک ما باز هم آقای نوریزاد رو مطمئن هستیم که باید از حالا من قول بگیرم پیشرفتایی رو که در این زمینه میشه با شما در میون بگذارن. امیدوارم که این آدرسی رو که روی پرده هست یادداشت بفرمایید و تا اونجایی که میتونید سعی کنید یاری بکنید برای اینکه این کار انجام بشه. کار تا اونجایی که من در جریان هستم کار فوق العاده جالبی است، چه از نظر اینکه یک نمونه کوچکی، نمونه بسیار کوچک میلیمتر، نمیدونم بگم هزارم میلیمتری از اون چی که در ایران داره میگذره در زندانها بیان میشه درش و این میتونه کمک بکنه به هزاران هزار کسانی که به صورت گمنام، کسانی که هرگز اسمشون مطرح نشده، کسی نمیشناسه، در واقع این فیلم بتونه یه دریچه ای رو باز بکنه که نشون بده که در زندانهای ایران چی داره میگذره از زبان کسی که خودش اونجا بوده، از زبان کسی که سالها با این رژیم همکاری کرده و این رژیم رو بالا پایینش رو میشناسه و الان صحبتش این هست بیننده گرامی که اون میگوید که من به مردم ایران بدهکارم برای اشتباهاتی که در طول مدت همکاریم با این رژیم انجام دادم و هر بلای، این جمله ایشون رو من بازگو میکنم، هر بلایی سر من بیاره این رژیم من نگرانی ندارم برای اینکه من مدیون هستم که بیام یک چیزایی رو، افشاگریهایی رو بکنم که مردم بدونن که چی داره میگذره در مملکتم. به هر حال تشکر میکنم مجددا از آقای نوریزاد و شرکتشون در برنامه. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه هفته آینده و تشکر میکنم از امیر درخشان عزیز. روز و روزگار به شما خوش. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر، خدا نگهدار.